سلام دوستان، دلم برایتان تنگ شده بود. درباره کدام نقاش دفعه پیش یاد گرفتیم؟ بله، هنرمندی به نام کریسوفیلی و مدتی را درباره نژادهای مختلف صحبت کردیم، درست است؟ امروز شما را با هنرمند دیگری آشنا خواهم کرد. اسم او هست تینگا تینگا. این نقاش حیوانات مختلفی را با شیوه های متنوعی نقاشی کرده است. خیلی هیجان زده هستم که ببینم چه حیوانات دیگری در انتظار ما هستند. پس سریعاً برویم سراغ آثار هنری تینگا تینگا. تینگا تینگا یک هنرمند آفریقایی است. او از حیوانات وحشی زیادی در آفریقا نقاشی کشیده. این چه چیزی است؟ یک پلنگ است. میخواهید یک پلنگ واقعی ببینه؟ اینجا یک پلنگ است. او نقشای پلنگ را به طور جالبی نقاشی کرده. فکر میکنم این هم یک پلنگ است. نقش خالهای قرمز رنگ این پلنگ باعث شده است حتی قوی تر هم به نظر برسد. این دیگر چه کسی است؟ بله، جناب زرافه میباشه. اگر با یک زرافه واقعی مقایسه کنید حتی جالب تر هم میشه. او این پسر بچه آفریقایی داره چه کار میکنه؟ از تخیلات خودتان استفاده کنید. و این چه کسی است؟ بله، یک فیل است. موافقت یک فیل واقعی هم ببینید؟ هنوز یک چیز یکسان و متفاوت نمیبینید؟ این یک طرح دیگر از یک فیل است. گوشهایش به روش منحصر به فرد نقاشی شده است. همانطور که میبینید تینگا تینگا حیوانات را به سبک خودش نقاشی کشیده است. در این دو نقاشی چه حیواناتی مشاهده میکنید؟ بله، یک پرنده، درست است؟ خیلی جالب است که چطور پرهای سمت چپ پرنده در شاخه و بوته ها به سمت پایین میآیند. درخت سبز در سمت راست شگفت انگیز به نظر میرسه. آیا اینطور به نظر نمیرسد که پرنده ها دارن با هم صحبت میکنن؟ آنها نزدیک درختان دارن چه کار میکنن؟ امروز میخواهیم که به این پلنگ نگاه بیاندازیم و آن را شبیه این هنرمند نقاشی کنیم. پس بیایید خوش بگذرانیم. این بار میخواهیم که کاغذ را به صورت عمود قرار بدهیم و از سمت بالای آن رو به پایین نقاشی کنیم. ابتدا بیاییم یک صورت بزرگ از یک پلنگ درست در وسط صفحه رسم کنیم. چمنها را در پشت آن و گلبرگهای گل را در کف آن بکشیم. حالا میخواهیم حالتها را نشانه گذاری کنیم، پس فقط یک نگاه بیاندازید. حالا بیاییم با جزئیات بیشتری نقاشیش کنیم.
اگر کارتان تمام شده است، از یک خودکار برای اینکه در بالای آن نقاشی کنیم استفاده کنید. و وقتی تمام کردید از یک پاکن برای پاک کردن آن استفاده کنید. پس از آن می‌خواهیم یک الگوی دایره‌ای شکل بکشیم. همانطور که نقاش کشیده است، آزادانه روی صورتش دایره‌های بزرگ و کوچک بکشید.
حالا با هر رنگی که میخواهید آن را رنگ‌آمیزی کنید. میتوانید یا از رنگی که نقاش به کار برده است استفاده کنید یا هر رنگی که خودتان انتخاب میکنید. من نقاشی خودم را به این شکل تمام کردم. از رنگ‌هایی که نقاش به کار برده است استفاده کردم. نقاشی خودم را به این شکل تمام کردم و از رنگ‌هایی که نقاش به کار برده است استفاده کردم که سرخ و مشکی هستند. شما چطور نقاشیتان را کامل کردی؟ بسیار خوب، چطور بود؟ پس ما حتی با یک هنرمند آفریقای تبار هم آشنا شدیم. خوش گذشت؟ خوب، نقاشی کردن اهمیتی نداره. زیرا نقاشی کردن همش مربوط به بکار بردن افکار و احساسات شما در آن است. همانطور که تا به حال دیدید، بعضی از هنرمندان از جلوه های ساده ای استفاده کردن و دیگران طوری نقاشی کردن که ناتمام به نظر برسد. بنابراین شجاع باشین و خودتان را در نقاشیتان بیان کنین. وقتی خوشحال هستم نقاشی کردن به من احساس بهتری میده. حتی وقتی که خوشحال نیستم یا وقتی که عصبانی یا ناراحت هستم، نقاشی کردن باعث میشه که احساس خیلی بهتری داشته باشم. آرزو میکنم که همه شما تجربیاتی که من داشتم را میداشتید. بسیار متشکر هستم که به من ملحق شدید. بیایید که دفعه بعد کارهای هنری بهتری ببینیم. بعدن میبینم اتان. خدا نگهدار دوستان.